حالا جدیدن مد شده که بعضی ها میان میگن این شرکت کلاهبرداره، اون کارخونه کلاهبرداره، این طرف کلاهبرداری میکنه، این دستگاهش به درد نمیخوره. اونایی که سایت ها، صفحه های مجازی در اینترنت باز میکنن و مینویسن این کلاهبرداره، اون کلاهبرداره، این دستگاه کارایی نداره، در از همونایی هن که دارن فلزیاب یا دستگاه میفروشن، دستگاهشون فلز رو نمیگیره، طلا رو نمیگیره، تفکیک نمیکنه، جداسازی نمیکنه و تشخیص نمیده. چون توان رقابت ندارن میان میگن فلان شرکت، فلان کارخونه، فلان کس کلاهبرداره. این مد شده. چرا؟ چون دیگه توان رقابتی ندارن دیگه، چون نمیتونن طلا رو بذارن در عمق بگیره. ببینید یه دستگاهی زمانی خوبه که الان طلا رو بذاری بگیره، یه دستگاهی تفکیک داره که بذاری الان طلا رو بگیره، در عمق طلا رو بگیره. شما با دستگاه فرکانسی الان میتونید طلا رو در عمق بذارید بگیرید و با عدد ویدیای میتونید تمام فلزات رو، طلا، نقره، نیکل، کروم، مس، روی آهن، برنز، برنج رو جدا سازی کنید، کوارتز و سیلیس و منابع مزاحم و زغال و کلسیم و همه اینا رو میتونید با کداش تشخیص بدید. این تکنولوژی رو داره، این فناوری رو داره و اون دستگاهی خوبه و کیفیت داره که الان طلا رو بذارید در عمق بگیره. همه میگن دستگاه ما خوبه. خب دستگاه اونا همه خوبه. آیا طلا رو میذارن در عمق خاک خود اپراتور بعد آموزش بگیره؟ نه. نمیکنن این کارو. طلا رو بعد بذارید بگیره. و دستگاهی که عدد ویدیو و ترشورد 108 داره، شما ذرات مزاحم هم میتونید از طلا جدا کنید یا فلزات دیگه جدا کنید. حتی اگه خطا هم شده باشه این عملو میتونه انجام بده. پس اون کسی که دیگرانو کلاهبردار قلمداد میکنه، در از خودش کسیه که داره کلاهبرداری میکنه و دستگاهی که میده تو شبکه‌های دیگه یا صفحه‌های دیگه کیفیت نداره. دستگاهی که فرکانسی عدد ویدیو و ترشورد 108 دارن، همه تکنیک تنظیماتو دارن. پالس وی ال اف تی آر بی اف آ واقعیتش اینه که تفکیک طلا رو در عمق ندارن. مخصوصا در روش حرکتی که الان دارید میبینید، حساسیتش وقتی بالا میبرید رو هر چیزی واکنش نشون میده. این دیگه نیاز نیست که بگی بده یا خوبه، در حد خودش خوبه، ولی طلا رو در عمق میتونه بگیره. این واقعیتش. پس توان یه سیستم، تایید عمل کرده یه سیستم فلزیاب، معدنیاب، رادار زمینی دستی اینه که الان طلا رو در عمق بگیره و تفکیک و جدا سازی کنه. حالا اونایی که نمیتونن رقابت کنن، توانایی ندارن، دستگاهی میفروشن که عمق کم میگیره یا مگنوم تستا یونیاب نمیتونه اصلا فلزاتو مثل با عدد ویدیو و ترشورد 108 بگیره، مثل رادار عمل کنه که الان هواپیما رو میگیره، اینایی که دستگاهشون کار نمیکنه میان میگن که دستگاه ما طلای قدیمیه، طلای جدید رو نمیگیره. و در مجموع هم میگن گاز طلا میگیره یا اینجور منابع رو میگیره، طلا اکسید میشه، یونیزه میشه، میپوسته، اینا همه خالی بندیه. طلا رو الان بذارید بگیره. اگه طلا رو نمیذارید تو عمق کسی بگیره و میگید طلای قدیم میگیره، طلای جدید نمیگیره، کارتون ایراد داره. رادار همین الان هواپیمای قدیمی، هواپیمای جدید رو میگیره. دستگاه فرکانسی تضمین کارش اینه که الان میتونه طلا رو در صد و در عمق بگیره، تفکیک کنه. شما با در عدد ویدیوهای و برنامه کالر پرو میتونی تمام این کارا رو انجام بدی، میتونی اهدافو جدا سازی کنی، میتونی تشخیص بدی. خب این دیگه کارش معلومه دیگه، چه هدف جدید باشه چه قدیمی باشه، یه طلای جدید یا یه طلای قدیمی در هر شرایطی که باشه، اینا هم میدان مغناطیسی دارن هم میدان الکتریکی دارن. فلزات آهنی میدان مغناطیسیشون بالاست، طلا میدان الکتریکی و میدان الکترومغناطیسی با بار الکتریکی بالاست. خب بعد این الان بگیره، نگید طلای جدید نمیگیره، طلای قدیمی میگیره. رادارها همه چی رو میگیرن و فرکانس به همه لایه‌های زمین نفوذ میکنه. اونایی که اولتراسونیک دارن، مادون قرمز دارن، تواناییشون مثل رادارها بالاست و در عمق زیاد در شرایط متفاوت فلزاتو میگیره. پس دیگه نگید کسی کلاهبرداره. اگر که ادعا میکنید دستگاهتون کار میکنه، الان طلا رو بذارید در عمق بگیره. هیچ کی تضمین گنجیابی به تو کسی نمیتونه بده، ولی تضمین کار دستگاه رو باید بدید که الان خود اپراتور طلا رو در عمق بگیره، چه با آنتنیش چه با تصویریش، همون کاری که رادارها میکنن. شما در رادارها میتونید به راحتی انواع فلزات یا انواع هواپیما یا انواع اجسامو در هوا بگیرید. خب این کارو میکنن، رادارها میکنن، این واکنشو دارن، این تکنولوژی رو دارن و همین تکنولوژی رو دستگاه فرکانسی دارن که عدد ویدیوهای و ترشورد 108 داره. اگر توانایی رقابت ندارید، دستگاهی ندارید که کار کنه طلا رو در عمق بگیره، بی خود تقلا نکنید. چون خود اون کسایی که دیگرانو کلاهبردار قلمداد میکنن، خودشون کلاهبردارن.
دستگاهتون رو بذارید طلا رو در عمق بگیره، همین الان تفکیک کنه، نمیخواد دیگران رو تخریب کنید، کار خودتون نشون بدیم ببینیم به درد میخوره. اینجا ما آموزش میدیم، طلا رو در صد در عمق میذاریم، خود اپراتور پیدا کنه. این نشانه اطمینان به دستگاه، توانایی دستگاه و قدرتش در تفکیک، و به این میگن تکنولوژی، فناوری و قدرت در عمل کرد. همونجوری که رادارها عمل میکنن، این سیستم های فرکانسی هم عمل میکنن و میتونن طلا رو در عمق بگیرن.